بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس، درود بر شما. من استیو بازیل هستم و از شما دعوت میکنم به خبرهای امروز شنبه 26 خرداد ماه سال 2583 ایرانی، 1403 خورشیدی، برابر با 15 ماه جون سال 2024 توجه بفرمید. حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران مبادله شد. کاظم قریب‌آبادی، معاون و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اعلام کرد حمید نوری که از سال 98 در سوئد در زندان بود، آزاد شده است. همزمان با انتشار این خبر، خبرگزاری رسمی عمان از تبادل زندانی بین ایران و سوئد با میانجیگری این کشور خبر داد. خبر مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران خشم گسترده فعالان حقوق بشر و خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی را به دنبال داشته است. قریب‌آبادی روز شنبه 25 خرداد با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حمید نوری آزاد شده است. اولف کریستر سون نخست وزیر سوئد ضمن تایید خبر تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی و کشورش اعلام کرد یوهان فلودروس و سعید عزیزی که در ایران زندانی بودند در راه بازگشت به سوئد هستند. خبرگزاری حکومتی دانشجو در گزارشی به نقل از وزارت امور خارجه عمان نوشت در راستای دستورات سلطان هیثم بن طارق و در پاسخ به تماس‌های دولت‌های ایران و سوئد برای حل مشکلات اتباع زندانی این دو کشور، تلاش‌های دولت عمان به توافق تبادل میان دو کشور منتهی شد. در این گزارش آمده است بر همین اساس اتباع ایرانی و سوئدی زندانی امروز شنبه 26 خرداد به مسقط منتقل شدند و تا ساعتی دیگر به کشورهای خود منتقل خواهند شد. ویدیویی منتشر شده نشان می‌دهد مجید نوری، پسر حمید نوری، در تماس تلفنی با عموی خود می‌گوید به همه فامیل بگویید بیایند فرودگاه. بابام پیام داده که همه بیایند. و ما خبرسازترین فعالیت انتخاباتی نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه اظهارات مسعود پزشکیان بود که برخوردهای پلیس برای اعمال حجاب اجباری با عنوان طرح نور را به سیاهی تشبیه کرد. نامزد جریان اصلاح طلبی در این دوره از انتخابات ظهر جمعه 25 خرداد در همایش زنان ستاد انتخاباتی خود درباره مطالبه برخی از زنان حاضر در همایش مبنی بر برچیده شدن طرح نور گفت در زبان ترکی ضرب المثلی داریم که میگوید حالا به سیاهی میگویند نور. او از مداخلات 40 ساله حکومت برای آنچه درست کردن حجاب و مسائل دیگر در جامعه زنان نامید انتقاد کرد و پرسید آیا تا کنون این اتفاق افتاده است؟ این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد خیلی ساده است که بررسی شود و ببینید که مداخله‌ای که به اسم نور انجام می دهند ما را به طرف سیاهی می کشد یا نور. پزشکیان در این حال افسود که وعده نمی دهد، اما گفته است هر کاری از دستم بر بیاید در تغییر چنین وضعیتی انجام می دهم و بلاشک مدافع حقوق زنان خواهم بود. در تصاویری که از این همایش کم تعداد منتشر شده، چند زن بدون حجاب اجباری نیز دیده می شوند که شماری از کاربران فضای مجازی نوشتند چه پزشکیان مطالبه آنها در زمینه آزادی پوشش را دنبال کند و چه نه نفس حضور بدون حجاب آنها در یک برنامه انتخاباتی. برای جامعه مدنی ایران و جنبش زن زندگی آزادی دستاورد بزرگی است. در یکی از ویدیوهایی که از همایش کم تعداد منتشر شده دست کم یک بار فریاد زن زندگی آزادی شنیده می شود. از سوی دیگر شماره دیگری از کاربران نیز این همایش را همایش مردان دولت‌های خاتمی و روحانی نامیدند که با اعضای خانواده خود در این همایش شرکت کرده بودند. و ما سرتیپ یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در یک سخنرانی در قم گفته است که 3 انتخابات گذشته برای کشور ما زیبنده نبود و درباره آنچه احتمال بروز چالش در انتخابات پیش رو خوانده هشدار داده است. در 3 انتخابات اخیر که شامل انتخابات مجلس 11، انتخابات دوره 13 ریاست جمهوری و انتخابات همزمان مجلس 12 و دوره 6 مجلس خبرگان رهبری بود، آمار مشارکت شهروندان ایران به طور چشمگیری کاهش یافت.
انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط هلیکوپتر به صورت زود هنگام یک سال پیش از موعد برگزار می شود. جوانی گفته است هرچه منتخب ملت دارای ویژگی های بهتر، آماده تر و توانمند تر باشد، ولایت را برای پیشبرد انقلاب بهتر همراهی می کند و موانع را بر می دارد. اما در غیر این صورت چالشگر می شود. چنانچه ابوالحسن بنی صدر چون این تجربه تلخی را ایجاد کرد. و اما ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، با انتشار تحلیلی در سایت زیتون با اشاره به اینکه ادعای بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام ادعایی رسواست، گفته است تحریم این انتخابات نمایشی فرمایشی کنشی مدنی و مؤثر است و بسترساز کنشگرهای آینده است. این چهره سیاسی شناخته شده که با نقدهای جدیش به علی خامنه‌ای و درافتادنش با استبداد حاکم بر ایران شناخته می شود، در ابتدای تحلیلش نوشته مستبد قدرت پرست ایران علی خامنه‌ای که کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار پاییز 1401 آلوده است، با مرگ غیر منتظره ابراهیم رئیسی فرصتی را برای عده‌ای فراهم آورده است که باز بر طبل توخالی و رسوای بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم بکوبند و بکوشند از شکاف صندوق آرا راهی برای ورود خود به قدرت بکشایند. و اما مولوی عبدالاحد پارسا، روحانی اهل سنت و مدیر مدرسه دینی روستای تاقان در استان خراسان جنوبی، با حکم غیابی دادگاه ویژه روحانیت از امامت جمعه عزل و از سخنرانی در این استان منع شد. او پس از جمعه خونین زاهدان در مهر 1401 بارها بابت حمایت از مواضع مولوی عبدالحمید بازجویی و تهدید شده بود. رسانه حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گزارشی به نقل از منابع خود نوشت دستگاه‌های امنیتی مردم روستای تاغان را تهدید کردند در صورت اعتراض به حکم صادره و حمایت از مولوی پارسا از خدمات دولتی و تخصیص بودجه‌های عمرانی به دهیاری روستا محروم خواهند ماند و با آنها برخورد خواهد شد. قوه قضاییه ایران مدعی است که بهاره للهی، فیلمسازی که با تازگی با مرگ مشکوک خبرساز شده، سابقه بازداشت ندارد و تحقیقات در مورد علت درگذشت او در جریان است. در مورد درگذشت خانم للهی به تازگی گزارش‌ها و روایت‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، از جمله دو روایت متناقض که یکی مدعی جان باختن این کارگردان و سازنده فیلم‌های کوتاه و مستند در زمان بازداشت و دیگری مدعی کشف جسد او مدتی پس از درگذشت در خانه بود. این موضوع واکنش‌هایی را به دنبال داشت و از جمله روز سه‌شنبه 22 خرداد ماه رئیس هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران وابسته به خانه سینما خواستار تحقیق درباره این اتفاق شد. و اما بینندگان گرامی، از شما دعوت میکنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی،
شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. ادامه خبرها. روز جمعه خبرگزاری رویترز پیشنویس بیانیه سران گروه 7 را منتشر کرد که در آن موضوع پیشرفت برنامه غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی محور اصلی گزارش بود. پیش از آن و در روز چهارشنبه 23 خرداد 5 دیپلمات در آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش دادند. جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه هفته گذشته شورای حکام این آژانس علیه برنامه هسته‌ای تهران، ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را در دو سایت زیرزمینی در فردو و نطنز افزایش داده است. بیانیه سران جی 7 از جمهوری اسلامی خواست تا تشدید تنش‌های هسته‌ای خود را متوقف و معکوس کند. به گفته او ایران نباید غنی‌سازی اورانیوم را ادامه دهد مگر آنکه دلایل معتبر و قانع کننده‌ای برای استفاده صلح‌آمیز و غیر نظامی از آن داشته باشد. نویسندگان بیانیه تاکید کردند جمهوری اسلامی باید به طور شفاف و کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری و ثابت کند که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. آنها در ادامه با تاکید بر حمایت از نقش نظارتی و راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص تعهد و الزامات هسته‌ای جمهوری اسلامی نگرانی شدید خود را در مورد رویکرد کنونی ایران و عدم همکاری با آژانس ابراز کردند. در این بیانیه از ایران خواسته شد فعالیت‌های بدخواهانه و اقدامات بی‌ثبات کننده‌اش را در خاورمیانه متوقف کند و در غیر این صورت آماده اعمال تحریم‌های بیشتر یا اتخاذ تدابیر دیگر گروه 7 باشد. و اما براد شرمن، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، در صحبت‌هایی در این مجلس با اشاره به یک دقیقه سکوت در شورای امنیت برای مرگ رئیسی گفت وقتی اسامه بن لادن مرد کسی یک دقیقه سکوت نکرد. ابراهیم رئیسی، معروف به قصاب تهران، انسان‌های بسیار بیشتری از او کشت. باید به یاد آنها دقیقه‌ای سکوت کرد. این نماینده جمهوری خواه پیش از اینکه از اعضای مجلس بخواهد به احترام و در یادبود کسانی که به دست یا به دستور رئیسی جان باختند یک دقیقه سکوت کنند، در سخنانش با اشاره به اینکه حتی در صحن سنا هم کشیش سنا درباره مرگ رئیسی با اندوه سخن گفته است، تاکید کرد باید برای قربانیان جنایات وحشیانه رئیسی یک دقیقه سکوت کرد. براد شرمن با اشاره به کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 به دستور هیئت مرگی که رئیسی از اعضای آن بود گفت 30,000 زندانی سیاسی ایرانی که در سال 1367 به دستور کمیسیون‌های مرگ شکنجه شده و به قتل رسیدند، یا 1500 معترض ایرانی که در آبان خونین 98 به قتل رسیدند، کسانی هستند که باید به یاد آنها دقیقه‌ای سکوت کرد. این نماینده جمهوری خواه در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به کشتار و سرکوب خونین هزاران معترض در پاییز 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی پس از قتل مهسا ژینا امینی به نیکا شاکرمی اشاره کرد که در سن 16 سالگی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسید. و اما نشریه اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی جمعه 25 خرداد گزارش داد که دولت آمریکا برای جلوگیری از تبدیل درگیری اخیر بین اسرائیل و حزب الله لبنان به یک جنگ تمام عیار، آموس هوکشتاین، نماینده ویژه دولت جو بایدن را روز دوشنبه به منطقه اعزام می‌کند. در همین حال رسانه‌های لبنانی می‌گویند در ادامه تشدید درگیری‌های بین حزب الله و اسرائیل، جنگنده‌های اسرائیلی جمعه شهر کفرکلا در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.
اکسیوس میگوید در بحبوحه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه، جنگ تمام عیار بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان به طور چشمگیری بحران منطقه‌ای را تشدید می‌کند و ایالات متحده را به طور گسترده‌تری درگیر بحران‌های این منطقه می‌کند. و اما وزارت خارجه آمریکا میگوید تحریم‌هایی را علیه یک گروه اسرائیلی که ماه گذشته مسیر کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان غزه را مسدود کرد وضع کرده است. متیو میلر، سخنگوی این وزارتخانه، روز جمعه 25 خرداد ماه با بیان اینکه این گروه با حمله به دو کامیون در کرانه باختری رود اردن کمک‌های ارسالی به غزه را غارت کرده و سوزاندند، گفت ما اقدامات خرابکارانه و خشونت آمیزی را که این کمک‌های بشردوستانه ضروری را هدف قرار می‌دهند تحمل نخواهیم کرد. اعضای گروه زاف 9 روز 24 اردیبهشت ماه با مسدود کردن مسیر اردن به غزه تلاش کردند مانع کمک رسانی به غیر نظامیان غزه شوند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌داد که معترضان کارتون‌های مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه را از کامیون‌ها روی زمین پرتاب می‌کنند. و اما رهبران جهان در نشستی دو روزه در بورگن استوک سوئیس گرد هم می‌آیند تا اجلاسی را با هدف تحت فشار قرار دادن روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین برگزار کنند. هرچند فقدان متحدان قدرتمند مسکو مانند چین تأثیر بالقوه این اجلاس را کمرنگ کرده است. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران فرانسه، آلمان، بریتانیا، کانادا و ژاپن از جمله افراد حاضر در این مراسم دو روزه هستند که از یک شنبه 27 خرداد ماه آغاز خواهد شد. انتظار می رود هند، ترکیه و مجارستان نیز که روابط دوستانه تری با روسیه دارند به این مذاکرات ملحق شوند. و اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، می گوید در حال حاضر نزدیک به 700 هزار سرباز روسی علیه اوکراین می جنگند. پوتین در دیدار با سربازانی که برای سمت‌های ارشد آموزش می‌بینند گفت که در حال حاضر حدود 700 هزار سرباز در منطقه‌ای که عملیات ویژه نظامی روسیه در حال انجام است حضور دارد. مسکو به ندرت از تلفاتی که در درگیری با اوکراین متحمل می‌شود صحبت می‌کند و همواره از بکار بردن کلمه جنگ امتناع می‌ورزد و اصرار دارد که آن را عملیات ویژه نظامی بنامد. این اطلاعات در مورد تعداد نیروهای روسیه در اوکراین پس از آن منتشر می شود که مسکو در ماه می حمله زمینی بزرگی را در منطقه خارکیف انجام داد. و اما در ادامه خبرها از شما دعوت می کنم به خبری در مورد سامانه های راداری و کشتی های مورد اصابت از طرف حوثی‌های یمن توجه بفرمایید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه 25 خرداد در شبکه اکس خبر داد که در 24 ساعت گذشته دو شناور، یک پهپاد و 7 سامانه راداری حوثی‌های یمن را منهدم کرده است. سنتکام گفته است که این رادارها حوثی‌های تحت حمایت ایران را قادر می‌ساختند تا کشتی‌ها را هدف قرار دهند و تهدیدی قریب الوقوع برای ایالات متحده، نیروهای ائتلاف و کشتی‌های تجاری در منطقه محسوب می‌شدند. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران که بخش زیادی از سواحل دریای سرخ یمن را کنترل می‌کنند، از نوامبر سال گذشته تا کنون به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن حمله می‌کنند. در پی حمله سازمان تروریستی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 و آغاز جنگ در غزه، حوثی‌های یمن با حملات موشکی، پهپادی و قایق‌های بدون سرنشین در حمایت از حماس تردد کشتی‌های تجاری در آب‌های دریای سرخ و خلیج عدن را مختل کردند. از شما بینندگان گرامی دعوت می‌کنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها.
دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک استوکهلم دسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفاف سازی و جوان سازی صورت، بوتاکس های درمانی، آزمون سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکالم دسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. بینندگان گرامی، در ادامه برنامه خبری امروز از شما دعوت میکنم به چند خبر از درون مرزهای میهن توجه بفرمایید. صنعت دارو در ایران کماکان با چالش‌های قدیمی مواجه است و به گفته محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، تداوم مشکلات مالی در صنعت دارو شرکت‌های این حوزه را با چالش نقدینگی روبرو کرده است. از طرفی مشکلات این صنعت با انتشار گزارش‌های مبنی بر ایجاد برخی مشکلات و عوارض پس از مصرف محلول دیالیز با شایعه توزیع سازمان یافته داروی تقلبی در بازار همراه شده، به طوری که سرپرست ریاست جمهوری دستور ویژه برای پیگیری این موضوع داده است. خبرگزاری ایلنا وابسته به تشکیلات حکومتی خانه کارگر به نقل از نجفی عرب نوشته است که امسال در تامین ارز برای واردات دارو هم مشکلاتی به وجود آمده است و تامین دارو چه از مسیر تولید داخل و چه از لحاظ واردات به تامین مالی گره خورده است. وبسایت خبر آنلاین نیز اعلام کرده که به دنبال دریافت گزارش‌های مبنی بر ایجاد برخی مشکلات و عوارض پس از مصرف محلول دیالیز یکی از شرکت‌های داروسازی، سرپرست ریاست جمهوری به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد مأموریت داد تا با فوریت نسبت به بررسی جوانب مختلف این موضوع و ارائه گزارشی در این زمینه اقدام کند.
و ما در پی ناتوانی جمهوری اسلامی از تامین برق مورد نیاز کشور در فصل گرما، معاون وزیر صنعت معدن تجارت در نامه‌ای به وزیر این وزارتخانه اعلام کرد که محدودیت برق صنایع در تابستان سال جاری تشدید و متعاقب آن فعالیت صنایعی همچون فولاد و سیمان با اخلال بسیاری همراه خواهد شد که در نهایت به کاهش تولید و افزایش قیمت منجر می شود. از توجه و همراهی شما با این برنامه خبری بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پاینده ایران.